رفقا سلام، توی این ویدیو قراره با هم دیگه اجزای کلی موتور T5 رو بشناسیم و مختصری راجع به هر کدوم توضیح بدم. بریم با هم دیگه این ویدیو رو ببینیم. خب دوستان، در نمای ظاهری موتور T5 آن چیزی که مشاهده میکنید، من از این قسمت شروع میکنم. خب اینجا که سرکمک فنر هستش، اگر بعدا احساس کردید کمک هاتون رگلاژ خوبی نداره یا روی دست انداز صدا میکنه، اولین کاری که میکنید این در رو باز میکنید و این پیچ رو سفت میکنید. قسمت کناری اون مخزن هیدرولیک خودرو هستش، در خودروهایی که داره فرمان هیدرولیک هستش. قسمت معدی اون جعبه فیوز مالتیپلکس خودرو هستش که بعضی از خودروها مالتیپلکس نیستن و این رو ندارن. ایسیوی خودرو رو مشاهده میکنید که سوکت اون روی اون هستش. باتری خودرو، بست مثبت و بست منفی خود باتری، مخزن روغن ترمز که زیر اون بوستر قرار داره، حالا از نمای نزدیک هم مشاهده میکنید نشونتون میدم. قسمت بلوکه ABS خود رو میبینید، این هم که در زیر اون موتور برق پاک‌کن خود رو وجود داره. مجموعه هواکش خود رو میبینید که لوله های بخار روغن از مجراهای تهویه موتور به اون میرسه. دهیچه گاز خود رو هستش که در این مدل دهیچه گاز سینه هستش، سنسور دهیچه گاز اینجا میبینید، حالا باز از نزدیک هم مشاهده خواهید کرد. این دو قسمت هم در واقع لوله های گاز کولر خود رو هستش. در پوش کویل رو میبینید، منیفولد سرد خود رو که از این طریق شلنگ بخارات کنیستر وارد میشه، از طرف پایین هم شلنگ بخارات روغن متصل میشه بهش. این قسمت فیلتر کابین خودرو قرار داره. این ناحیه شلنگ بنزین که روی ریل سوخت و سوزنهای انجکتور سوار شده. قسمت قاب تصمیم تایم که زیر اون تصمیم تایم قرار داره. دست موتور خودرو رو مشاهده میکنید، دست موتور بالا. این قسمت قسمتی هستش که عملا کارایی خاصی نداره، یعنی کارایی برقی یا مکانیکی نداره، بلکه فقط برای تعادل، برای حفظ برابری وزن راست و چپ خودرو به دلیل وجود باتری در اون قسمت این رو گذاشتن که تعادل حفظ بشه. خب سویچ اینرسی میبینید که در زمان خدای نکرد تصادفات و ضربه برق پمپ بنزین رو قطع میکنه. این سیم ها سیم های سنسور ABS هستش که اینجا قرار داره. سرکمک سمت شاگرد رو میبینید، مخزن شیشه شور اینجا قرار داره. اگه دقت کنید روی منیفولد سنسور مر فشار به هوای فشار و دمای هوای منیفولد، این هم که ریل سوپر، این هم شلنگ بنزین. دینام خودرو رو مشاهده میکنید در این قسمت که به وسیله تسم دینام در واقع کارهای خودش میکنه که از یک طرف هم به پمپ هیدرولیک متصل هستش. این قسمت هم که بلوکه ABS، بوستر ترمز، شیلنگ خلای بوستر که وارد میشه و از این ناحیه میره برای منیفولد هوا. همونجوری گفتم دهیچه گاز این خودرو سیمی هستش، سنسور دهیچه گاز، استوپر خودرو، این هم که سیم گاز قرار داره. موتور برق پاک‌کن در زیر این درپوش قرار داره، به خاطر اینکه آب به اون نرسه در واقع این درپوش رو گذاشتن. شیلنگ بخارات روغن و شیلنگ بخارات بنزین رو مشاهده میکنید. منیفولد گرم خودرو، سنسور اکسیژن خودرو، جنت آب بخاری هستش، لوله های کولر که خدمت عرض کردم این قسمت قرار داره. نکته که باید خدمت عرض کنم راجع به موتور T5، این موتور فوق‌العاده حساس به روغن هستش. حتما روغن را در کارکرد مشخص هر 5000 کیلومتر تعویض کنید، همراه اون فیلتر روغن را تعویض کنید. دقت کنید همیشه به نشتی های روغن، چون نشتی روغن شدید وجود داره در این قسمت درب سوپاپاه، معمولا شیلنگ هیدرولیک معمولا نشتی پیدا میکنه. کاسه فیلتر روغن را هر وقت میبندید موقع تعویض روغن حتما چک کنید که در واقع نشتی نداشته باشه. من یک ویدیو راجع به نحوه تعویض روغن موتور T5 در کانال گذاشتم، این بالا لینکش هم میذارم حتما ببینید. ضمن اینکه ازتون خواهش میکنم این ویدیو اگه مفید بوده برای دوستانتون بفرستید، لایک، کامنت و نظراتتون رو با ما در میون بذارید. موفق و معید و پیروز باشید.